درود ویژه دارم تنش بین مرز ایران و افغانستان. مردمان زرنج افغانستان به سمت بازارچه مرزی میلک اومدن، اونجا در واقع صحبت هایی از حقابه ایران شده و اعتراضات که شکل گرفت. به افغانستان یک نگاهی بندازیم، کشوری که مشکلات عدیده‌ای داره. به تازگی طالبان بر تمامیت افغانستان حاکم شده، گروه ایدئولوژی تندرو، اما الان دیگه گروه نیست، یک دولته با مباحثی که بعد انجام بده. افغانستان دوستان همیشه به این شکل نبوده، نقش تاریخی داشته، جغرافیای منحصر به فردی داشته، قلب آسیا بوده، قلب آسیا، یعنی از چین تجار می اومدن، می رفتن به سمت سمرقند، می رفتن به سمت دیوارهای بدخشانی که در واقع از مرز چین به سمت افغانستان می اومد. اونجا بازرگانان، تجار با اون گله های شطوری که می اومدن تو سایه سار دیوارهای بلند می شستن، استراحت می کردن. ادهی می رفتن به سمت آسیای میانه، ادهی می رفتن به آسیای صغیر، ترکیه امروزی، ادهی می رفتن به سمت ایران و شامات و شمال آفریقا. و افغانستان قلب آسیا بوده، مرکز علم و تجارت و گفتگوی ادیان. شما نگاه کنید تو مقطعی، خب آیین‌های شرقی، کنفوسیوسی در چین، اسلام از طرفی، مسیحیت، تمام اینها نقطه ثقلش افغانستان بوده و تو این شرایط افغانستان به خوبی بر اساس جغرافیا نقش تاریخی خودش رو ایفا میکرده. شما افغانستان رو یک کشوری که در حال حاضر میشناسید نبینید، جغرافیایی بوده که به بسیار کلیدی بوده و یک همگونی در داخل افغانستان ایجاد میشد. ورود در واقع تجار، کالاها، ادیان، گفتگوی علم و تجارت و تاثیرگذار بوده، بازیگر بوده و بر مناسبات و میزان منافع مشترک همسایگان کاملا تاثیرگذار بوده. خب بعد از 15-16 قرن، نزدیک به 17 قرن، جاده ابریشم محو میشه. ایتالیایی که میاد ابریشم رو سر صنعتی تولید میکنه، کم کم جاده ابریشم محو میشه. بریتانیا و اروپا صنعتی میشن، میان چین رو میگیرن، تجارت رو میبرن به سمت بخش بحری و کشورهای منطقه ما دوچار یک ناهمگونی میشن، به خصوص افغانستان. ما کشورهای منطقه‌مون دوچار در واقع خروج تجارت میشه توی این فرایند. غرب بر شرق حاکم هست، افغانستان جایی که بیشترین آسیب رو میبینه، حتی از ایران و کشورهای مثل پاکستان و کشورهای دیگه بیشتر آسیب میبینه، چون قلب تپنده بوده. تو مقاطع مختلف توی اون بازه زمانی همیشه افغانستان وقتی بریتانیایی‌ها میان با فرزون و ضربگیر شوروی و بریتانیا بوده و خیلی آسیب میبینه. یعنی دسترسی به افغانستان یک فضای از بخش جنوب روسیه، فضای بافرزونی ایجاد میکرد و خیلی تحت فشار بود. خود ایران هم به همین شکل بود، روسا از شمال، بریتانیا از جنوب، هرگاه اراده میکردن متاسفانه داخل کشور ما میشدن و مباحثی خودتون اطلاع دارین. تو این فرایند بعد از جنگ جهانی اول، همون مواطعی که جنگ جهانی اول داره تمام میشه، بریتانیا با شرق آسیا خیلی درگیره، با ژاپن، با کشورهای اون حوزه. بولشویک‌ها هم اومدن توی انقلابی‌ها، اومدن توی شوروی. بریتانیا با یک تیزهوشی از ایران و افغانستان کمی حوزه نفوذش رو کاهش میده، خارج میشه. یک فضای خود شوروی هم دچار تحولاتیه، بخش تزارها، بخش بولشویک‌های انقلابی، یک فضای استقلالگونه بین ایران و افغانستان ایجاد میشه، کمی استقلال پیدا میکنن. تو این فرایند میبینید که همین که این دو کشور میزان استقلالشون افزایش پیدا میکنه و استعمار کمی عقب کشیده، سطح روابط مجدد برمیگرده به اون پیشینه تاریخی. شما اگه نگاه کنید از سالهای 1921 سریعا بعد از استقلال افغانستان که بنا 1919 بود، یکی دو سال بعد سریعا بین ایران و افغانستان پیمان مودت بسته میشه. کم کم تو اون فضا هرچی که جلوتر میان، قراردادهای هواپیمایی، قراردادهای تجاری، بازرگانی بسته میشه. کم کم خب افغانستان هم دوچار دو سه تا تغییر حکومت میشه تا زمانی که داوود خان میاد. داوود خان هم تو اون فرایند، خب اینها با تو بخش پشتون ها با پاکستان درگیر بودن، مرز پاکستان و افغانستان. بریتانیا اومد بعد از اینکه از شبه قاره هند خواست خارج بشه، یه مرز عجیبی کشید دوستان بین افغانستان و پاکستان، وسط پشتون های خط کشید. پشتون های افغانستان، پشتون های پاکستان، همیشه دو طرف
نگران این بودن که تجزیه بشن. افغانستان دوست داشت پشتون ها به ما میهن برگردن، پاکستان همین اعتقاد رو داشت. خود پاکستان از اون بار از دریای عرب تا رشته کوههای هیمالیا با هندی ها مرز داشت و این خودش تنگزا بود. جنگ هایی که تا سال 2003 هم طول کشید و هندوستان به اون رشته کوههای بسیار راهبردی تونست دسترسی پیدا کنه و اصلا پایتخت پاکستان اسلام آباد تا هندوستان 83 کیلومتر فاصله است. این فاجعه است برای کشور. این مشکلاتی که خب اون سالا داوود خان اومد 1962 بود با پاکستانی ها سر پشتون ها اختلافاتی داشتن، مسیر کوریدوری افغانستان از پاکستان بسته شد. خب اینا رفته بودن به سمت روسیه، مسیر هم مسیر روسیه هم خیلی مسیر بدی بود برای تجارت و فضا سخت بود. خود روس ها هم به شدت ازشون تو بود مالیات، تو مباحث دیگه بسیار گمرکات از اینا باج میگرفتن. افغانستان هم اقتصاد بسیار در هم گسسته‌ای داشت، از روس ها پولهایی رو میگیره برای اینکه بتونه کمی شریان تنفسی تو بخش اقتصادیش ایجاد کنه، اما کاملا این فضا فضای مطلوب افغان ها نبود. تو اون فضا میبینید کمی استقلال ایران و افغانستان افزایش پیدا کرده. ایران میاد توی دوره شاه فقید بود، شاه گذشته، میاد به سمت اینکه با افغانستان سطح روابطو بیشتر کنه. میان حتی بدهی افغانستان به شوروی هم به عهده میگیرن و مجدد سطح روابط بسیار بالا میره. افغانستان از طریق بندر عباس ما و خرمشهر ما متصل میشه به تجارت و این فضا فضایی بود که ما حتی مالیات و این چیزا هم ازشون نمیگیریم، معاف میکنیم. و این همگونی رو میبینید تو فضایی که دو کشور استقلال دارن، استعمار نیستش، کاملا دو کشور به سمت هم گرایش دارن. خب افغانستان مجدد با رشد استعمار و تسلط بریتانیا و آمریکا در امتدادش توی منطقه ما، پاکستان، افغانستان، ایران به شدت متضرر بودن، استقلال تصمیمات نداشتن و مجدد رفتن سمت ناهمگونی. اتفاقی که در افغانستان افتاد این بود که به عنوان قلب آسیا مرکزیت از دست داد. حالا شما میبینید که در امتدادش بین اقوام آمیختگی شکل نمیگیره. نورستانی ها، پشتون ها، هزاره ها، تاجیک افغان ها، ازبک افغان ها کاملا یک ناهمگونی، یک جغرافیایی که سه چهارمش کوههای هندوکش جبریه و مشکلات و تمام این سالها درگیری هایی که هم در داخل بین خودشون هست، هم از بیرون چه شوروی میاد چه بعدها آمریکایی ها اومدن و درگیری هایی بود تا مقطع امروزی. نکته اینجایی که توی فضای کنونی غرب از منطقه ما داره خارج میشه، یعنی کشورها رشد جمعیتی داشتن، ایران، پاکستان، ترکیه، هند، چین، روسیه ابزار جنگی هم داشتن، به قدرت رسیدن. حالا آمریکا تسلطش بر غرب از بین رفته، رو یک بیک خارج میشه. رقابت ژئوپلیتیک هم شکل گرفته و تا حدودی تو منطقه ما تعیین تکلیف شد. حالا کشورها دارن میرن مثلا همگونی. شما میبینید که قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، ایران، عمان، ترکیه، آذربایجان، تمام این کشورها، ترکمنستان، یک بیک با هم وارد تجارت میشن، توافقات میشن. همون جاده ابریشم قدیمی یکی از این کشورهای مهم افغانستانه. حالا طالبان اومده، گروه ایدئولوژی پررنگ، میتونه هول داده بشه به سمت رفتار داعش کنه، میتونه مدیریت بشه، در واقع به سمت بیاد که در گذر زمان ایدئولوژیش کم رنگ بشه. این ایدئولوژی در گذر زمان کم رنگ میشه، ما نمونه‌های زیادی داریم. تو این فضا اون چیزی که میتونه این در واقع اختلال ایجاد کنه این هستش که ایجاد تنش. تنش که بریتانیا براش کاملا برنامه‌ریزی کرده بود تمام این سال‌ها، خطوط مرزی که کاملا تنشمند بین عراق و کویت، قطر و عربستان، ایران با آذربایجان، آذربایجان با ارمنستان، پاکستان با هند، پاکستان با افغانستان، تاجیکستان با قرقیزستان، کاملا مطلوب دیگه تنش‌ها. نوع بازی به این شکل، شما وقتی از بود اقتصاد منافع مشترک تعریف میکنید، توی منافع دیگه رقابت نیست. پاکستان هست، ایران هست، افغانستان، ترکمنستان، همه کشورها دارن از وجود یکدیگه بهره مند میشن به عنوان حوزه شرق، مثل جاده ابریشم قدیم. تنها چیزی که برای غرب باقی مونده، غربی که دیگه هر چی داشته داره از دست میره تو حوزه شرق، غرب قوی هست تو حوزه غرب، ولی تو شرق دیگه این فضا داره خارج میشه دستشون، این هستش که ایجاد تنش کنن. مثلا تنش مرزی بین ایران و افغانستان در حد حقابه.
خب دوستان ببینید نکته همینجاست، مثلا تو بنری که زده بودن اگه نفتی گرفتیم پولشو دادیم، آب نمیدیم که راه بگیریم. ببینید این مباحثی که داره عنوان میشه، در واقع مشکل ایران و افغانستان آب و نفت و راه و اینا نیست، مشکل کل منطقه ما مشکلات مرزی و تنش هست. تنها راهش هم این هستش که همه کشورها بیان تو منافع مشترک، مردمان ایران، مردمان افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، همه اینا توسعه تجاری جا موندن. ما تو بخش مرزهامون با فقر و در واقع مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنیم، همینطور افغانستان، همینطور پاکستان. تنها راهی که این فضا درست بشه اینه که تمام این کشورها وارد تجارت بشن. ما بود جمعیتی داریم، میتونیم تجارت کنیم، میتونیم مرزهامون که به شدت فقر بیداد میکنه، فضایی که میشه مستعد فعالیت، روند مهاجرت معکوس میشه، شغل ایجاد میشه، توسعه شکل میگیره و خیلی از این مباحث. دقیقا نکتهش اینجاست که هم آب، هم نفت، هم کالا، هم شغل، هم مسکن، همه اینا با همدیگه باید در واقع توی این فضا ایجاد خواهد شد. مشکل همینجایی که ابزار قبل، تنها ابزاری که باقی مونده تنشه، یعنی ایجاد تنش باعث بشه که فضای ضد ایرانی در افغانستان، یک فضای ضد افغانستانی در ایران شکل بگیره و این امتداد پیدا کنه در ساختارهای اجتماعی و این فضایی که داره ایجاد میشه برای مباحث تجاری، مباحث قراردادی کاملا عقب زده بشه و این مستعد غربه. یعنی این فضا فضایی که نه برای افغانستان نوناب میشه، نه برای ایران، نه برای پاکستان، نه برای کشورهای همسایه. اینجاست که باید آگاه باشیم، یعنی بر اساس اتفاقی که در مرز میلک افتاده و بخش زرنج، یعنی ما نباید فضا رو ببریم به سمت یک فضای ضد افغانستانی و تشدید کنیم فضای ضد ایرانی در افغانستان، بلکه باید اجازه بدیم دولت مردهامون تو اون فضای مدیریت، گفتگو، مشکلات همدیگر رو با ابزاری که دارن برطرف کنن، همینطور که چابهار رو ما در اختیار افغانستان قرار میدیم، همینطور که افغانستان از بعد جغرافیایی ظرفیتش رو در اختیار کشور همسایه قرار میده و این فضا فضایی که میتونه در گذر زمان هم ایدئولوژی رو کم رنگ کنه در افغانستان، هم آمیختگی. اگر دقت کنیم ما سطر و طالبان رو حفظ کردیم، اما اصرارمون هم در ساختار سیاسی این هستش که دولت ملت شکل بگیره در افغانستان، همه بخشا سهم داشته باشن. مشکل افغانستان همین هست، اما این مشکل با کلام درست نمیشه. این مشکل زمانی بعد هفتش که افغانستان برگرده به معنای جغرافیاییش، یعنی افغانستان بره به سمتی که مجدد بشه قلب آسیا، نقطه اتصال تاجیکستان به ایران از افغانستان. ببینید تو اون پروژه‌ای که ازبکستان الان چابهار معمرین از افغانستان باید بیان، یا اتصال عمان به ایران، ترکمنستان، ازبکستان، مسیر نزدیکترش از افغانستان هست، به صورت یوشک راه آهنش کشته شده از ایران به افغانستان، افغانستان به ازبکستان و قرقیزستان، و این فضا بسیار مستعده. من معتقدم آنچه که وظیفه ما هست این هستش که فضای ضد افغانستانی در ایران ایجاد نکنیم و فضای ضد ایرانی در افغانستان، و اجازه بدیم که مثل دو کشور همسایه و برادر تو این فضا، فضای آب، فضای نفت، فضای توسعه تجاری، منافع مشترک بین کشورها تعریف بشه و همه کشورها بهره‌مند بشن. و در آینده باید به افغانستان نقش بیشتری داده بشه، افغانستان باید برگرده به تاریخ و پیشینه خودش، بازیگر باشه، نقش ایفا کنه. و تو این فرایند ما هرگاه، من مثالی زدم بعد از جنگ جهانی اول، هرگاه دو کشور یک مقدار علاوز استقلال تونستن به استقلال برسن، سریعا همگونی داشتن، مشترکات بسیاری دارن، سالیان سال، قرنها در کنار هم تجارت کردن، مرکز علم و تجارت و گفتگوی ادیان بودن و هر دو جغرافیا یکسانی دارن، هر دو کوریدور محور هستن، ریل محور هستن، یعنی ورود کالا و خروج کالا از مؤلفه‌های بارز از نقطه صفر هستن هر دو کشور. من معتقدم تنها ابزار قبل در حال حاضر این هستش که تنش ایجاد کنه و فضای ضد ایرانی و ضد افغانستانی در دو کشور ایجاد بشه تا به اصطلاح دولت طالبان که در بخش دولت بی تجربه هست سوق داده بشه به سمت ناهنجاری، که من فکر کنم این مدیریت خواهد شد از سوی دولت مردم، به شرطی که ما هم در داخل سعی کنیم از بود فضای ضد افغانستانی و ضد ایرانی پرهیز کنیم و اجازه بدیم که دولت ها خودشون این مسیر رو پیش ببرن و برایندش بشه خیر و برکتی که برای دو کشور ایجاد میشه، مثل اون پیشینه تاریخی که داریم. الان روزانه هزاران افغان عزیز به داخل کشور ما میان، قدمشون روی چشم،
تو این فرایند سالیان سال ایران با افغانستان توی تجارت بودن، تو اون گستره تجارت منافع مشترک داشتن، در امتدادش هم با حضور غرب و فضایی که استعمار در منطقه ما میره و کشورها استقلال خودشون رو به دست میارن، این فضا مجدد میتونه برای افغانستان که بیشترین آسیب رو دید و بیشترین بها رو داد، بهترین زمینه ممکن رو ایجاد کنه که برگرده به دوران طلایی، تاثیرگذار تو مناسبات منطقه و بتونن نقش خودشون رو ایفا کنن. ممنونم، سپاسگزارم با من همراه بودید. از تنش باید پرهیز کرد، باید فضا رو برد به سمت منافع مشترک. درود به همتون، شب روزگار بر شما خوش.